של האופוזיציה האיראנית, איראן אינטרנשיונל, שפועל מלונדון, אחרי שהכריזה עליו כארגון טרור. נודע כי היא ניסתה לחסל שניים מהם. רסانه های اسرائیلی در چند روز گذشته به گستردگی به تهدیدات حکومت ایران نسبت به روزنامه نگاران در خارج از ایران و به ویژه کارکنان ایران اینترنشنال پرداختند. در پی تهدیدات جمهوری اسلامی، بسیاری از دستاندرکاران و رسانه‌های اسرائیلی مانند کارکنان کانال 12 این کشور به حمایت قاطع از حفظ آزادی رسانه‌های فارسی زبان در داخل و خارج از ایران برخاستند. سال هاست که جمهوری اسلامی ایران روزنامه نگاران را در داخل کشور مورد آزار و اذیت و شکنجه و بازداشت قرار میده و در خارج از کشور هم روزنامه نگاران تحت تعقیب و تهدید و حتی سوء قصد به جان خودشون قرار دارند. امروز ما در اسرائیل در یکی از کشورهای دموکراسی خاورمیانه هستیم تا ببینیم در اینجا در دفتر مرکزی کانال 12، یکی از بزرگترین و مهمترین کانالهای خبری اسرائیل، آزادی مطبوعات چگونه رعایت میشه. دانا وایس، مجری و روزنامه نگار ارشد این کانال، شگفت زده از تهدیدات و آزار و اذیت روزنامه نگاران ایرانی حتی در خارج از ایران است. در 30 سال کار رسانه‌ایم من به یاد ندارم که هیچگاه دولتی در این کشور به حق آزادی ما حمله کرده باشه. البته همیشه انتقاد هست و گاهی آنچه که میگوییم به مذاق برخی خوشایند نیست، اما کسی ما را نه محدود کرده و نه آزادی عمل ما را گرفته. وظیفه روزنامه نگاران گفتن حقیقته و رساندن صدای بی صدایان به حکومت است تا هیچ دولتی نتواند به مردم زور بگوید. این وظیفه مطبوعات است. بوآز بیسموت، روزنامه نگار کهنه کار اسرائیلی، قدردان همکاران ایرانیش است که آنها را شجاعان تاریخ می‌خواند. روزنامه نگاری اصولاً کاری شجاعانه است و من این افراد را شجاع می‌خونم و به آنها میگم میدونم که کار شما کاری معمولی و آسان نیست، اما شما فرستاده هستید، فرستادگان مردم، و این یک امر مهم و مقدسه. و فقط بیاندیشید که اگه شما کار خودتون را انجام نمیدادید، ملت ایران به چه کسی میتونست امید داشته باشه؟ دانا وایس برای زنان ایران هم پیامی دارد. امروز زنان ایران بی تردید شجاعان این دوره هستند. آنها نه تنها جان خود را در مبارزه با حکومت به خطر می اندازند، بلکه آنها در مقابل فرهنگی ایستادند که سالهاست آنها را به گوشه نشانده و به آنها گفته است که زنان از مردان کمترند. رسانه های جهانی بدون تردید امروز نقشی اساسی در رساندن پیام و صدای مردم ایران به جهانیان و فشار بر حکومت ایران برای ایجاد آزادی بیان و مطبوعات دارند. بابک اسحاقی، اسرائیل.